ببینید، من وقتی میشینم مسائل رو میذارم جلوی هم، میبینم که به زنان داره در سیستم، فرضاً در مورد ایران میخوام صحبت کنم دیگه، به زنها داره ظلم میشه، مثلا در زمینه حجاب، مثلا در زمینه چه میدونم ولایت پدر بر دختر، ولی میبینم از اون ور به مردها داره بیشتر ظلم میشه، برای اینکه ولایت پدر بر پسر هم هست. مگر ما همین مورد اخیر که یک پسر همجنسگرای اهوازی توسط پدر و پسر، برادر و پسر عموش کشته شد، مگه این به اون مرد ظلم نشد؟ چه میدونم، خیلی ها مثلا، من عوضش میبینم مثلا میگن زن حق طلاق نداره، من میبینم خب قوانین مهریه به سمتی هست که مرد اگر بخواد ازدواج بکنه موظف مهریه تعیین بکنه، اگر مهریه تعیین کنه بنابر هر دلیلی، حتی اگر زنش بهش خیانت هم بکنه، باز موظف مهریه رو بده که ممکن اون مهریه به قیمت تمام زندگیش باشه. من میبینم که زنها مثلا در جامعه وظیفه قانونی تأمین معاش بر دوششون نیست. یعنی یک زوجی اگر زن بره به دادگاه شکایت کنه بگه شوهر من کار نمیکنه، دادگاه مرد رو میخواد تنبیهش میکنه، ولی همچین وظیفه به عهده زن نیست. من میبینم در ایران سربازی اجباری برای مرد اجباریه، ولی برای زن سربازی اجباری نیست. بنابراین دارم میگم به نظر من به هر دو جنس داره در ایران ظلم میشه، اما اگر چونیک بنگری همه تزویر میکنن، به مردها خیلی بیشتر داره ظلم میشه. منتها ظلم به مردها انگار یه چیزی وظیفه شده، یعنی مرد باید بره سربازی، مرد باید بره به جنگ. تازه یه نکته خیلی خوب الان دیدم که دوستمون این پایین زدن، همجنسگرایی برای مردان حکم اعدام داره، ولی برای زنان فقط اگر اثبات بشه 70 ضربه شلاق. اینم یه مورد دیگه داره. درست آرمین جا، من یه موردی اشاره کنم، به که از بچه ها سامان هم اینجا اشاره کرد به چیز. من این پوریه رو بلاک میکنم. بگو. کامنت سامانه که گفته که اینا به حساب خطاب به تو بگم، که بگه که روی کرده مهمان بیشتر ناظر به جامعه ایران و فمینیسم ایرانی هستش آرمین، اما خود تو بیشتر روی کردت به جهان و فمینیست و بود جهانی هستش. میگه که این مسئله دو تا زاویه مختلفی که داریم نگاه میکنین. من هم حقوق زنان برای مهمه، هم حقوق مردان. خب ولی خیلی برام عجیبه که توی دنیا ما شما مهمون ما فکر میکنن که، من فکر کنم برای اینکه یک نفر الان پویای تو لایوچت میگه خب ایشون کارش اینه که برای حقوق مردا به جنگن، برای همین باید فقط در برای موضوع صحبت کنن. من به نظرم اگه یک نفر برای حقوق مردا میخواد مبارزه کنه، اگه بتونه نشون بده که حقوق زنا رو یعنی براش مهمه، باعث میشه که فعالان حقوق مرد و مردم زن ستیز نگاه نکنن. میدونی میشه؟ من میگم آرمین جان، میشه ازت خواهش کنم اون مثالایی که میخواستی خودت بگی؟ شاید من ندونم. من یه مثال میتونم بزنم که دوستان توی لایو چت هم گفتن، یکیش مثلا در حقوق زنان اون پرده بکارتشون هست. خب سلات شیمینگ مثلا. آره ببین، مثلا من مثلا از کشور غربی یک مردی که مثلا با مثلا کلی دوست دختر اینا زیاد داره رو بهش میگن پلیر، که یه حرف مثبته، یک چیز تعریفه، ولی یک زنی که مثلا کلی با مردای مختلف میخوابه رو بهش میگن سلات. یعنی نه. وقتی یک مرد کلی میتونه از سکسی میره، کلی تجربه داره و کلی با مثلا میتونه خیلی زنای مختلف رو میدونی جذب کنه، اینا یه چیز خیلی هم مردا خیلی چیز مثبت میدونن. حتی من از پدر خودم هم پرسیدم، من مثلا پدرم یه مدتی که من خیلی فعالم، گفت بهم افتخار میکنه. بعد که ازش پرسیدم، گفتم اگه دختر داشتی، دخترت مثلا این ور اون ور کلی با پسر مختلف میخوابید، همین حرف میزدی؟ گفت نه، اصلا همچین حرفی نمیزدم، اتفاقا کلی شرم و اینا میشد برام. خب یعنی خب این یه دبل استندارده. نه این یک مثال، هم یه مثال. آیا این مثال درسته یا نه؟ بله درست. آها اوکی. ولی خب من مثلا همچین چیزی اعتقاد ندارم. خب آره شما اعتقاد نداریم، ولی جامعه این تو جامعه
این بله آها آره با این حرفتون موافقم، جامعه آزادی های جنسی برای مردان رو خیلی بیشتر از زنان به رسمیت میشناسه. درست علی 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 درود بر شما. نه خب همین خوبه، من موافقم با حرفت موافقم. ببینید من به هیچ عنوان اصراری بر این ندارم که بگم همه چیز به نفع زنانه یا مثلا همه چیز به ضرر مردانه. موردی بود که من خاطرم نبود خیلی من، ولی این چیزی که شما داری میگی، آخه یه چیزی رو من بگم، شما داری بحث عرفی میکنی، متوجهی؟ بحث قانونی نمیکنی. عرف از قانون جداست. من میگم در قوانین ایران و در قوانین تقریبا تمام جهان مردان منافع کمتری دارن تا زنان در حال حاضر، در ایران که خیلی بیشتر. زنان در قانون امتیازات خیلی بیشتری دارن تا مردان.